جانی بیماری در آبا کرده پوشیدن چرا آشنایی کردن و بیگانه گردیدن چرا جانی بیماری در آبا کرده پوشیدن چرا آشنایی کردن و بیگانه گردیدن چرا چرخ را در ناله دارد پیری آهی خستگان چرخ را در ناله دارد پیری آهی خستگان از نظر افتادگان را دیر پرسیدن چرا از نظر افتادگان را دیر پرسیدن چرا چشم خوجا داده ای این قدر از آشنایان دور گردیدن چرا این قدر از آشنایان دور گردیدن چرا خفتگانی خواب را یادی رفیقان دوستان از یک دیگر بیهود رنجیدن چرا خفتگانی خواب را یادی رفیقان داختن دوستان از یک دیگر بیهود رنجیدن چرا دوستان از یک دیگر بیهود رنجیدن چرا دوستان از یک دیگر بیهود رنجیدن چرا تشکر اگر ما تاریخ را به پیکره قوی به مجسمه استوار شباهت دهیم پس گفته می توانیم که بنیاد آن از زمینه خاکی امروز گرفته می شود. یعنی امروز فردا تاریخ خواهد شد و از تاریخ باشد به ما خاطره ها می ماند. خصوصا خاطره هایی که زمان رب داشت به روزگار گذشتگان. گذشتگان اصیل، پیران هنر، پیران کار دیده، استادان، اصیل زادگان. درود دوستان، شامتان بخیر باشد. از این رو ما تصمیم گرفتیم که امروز هم برنامه خاطره ها را بخشیم به روزگار و زندگی نامه یکی از هنرمندان اصیل سیف الدین رجباف و باید گفت که خاطره ها خصوصیتی خوبی دارد که امروزی ما را میتواند رنگ دیگری ببخشد و امروز باشد ما به این برنامه دعوت نمودیم دسته هنری شهر حصار را که سرودهای سیف الدین رجباف را امروز بازخوانی خواهند کرد اکبری رحمان علی معاون دیرکتور فیلارمونی خلقی به نام تاج الدین محی الدینوف شهر حصار و اینچنین بسیار قصه های ناتکرار را خواهند گفت درباره روزگار سیف الدین رجباف ارچبیگ عزیزی مدیر فرهنگ شهر حصار خوش آمدید شامتان بخیر تشکر ولی در آغاز قید میکنیم دوستان عزیز که هر نفری که در اینجا نشستند حتما که خاطره خوبی دارند
پیوستگی دارد به زندگی نامه سیف‌الدین رجبوف. زیرا نوازندگانی که امروز در اینجا نشستند زمان همنشین دوستی قرین سیف‌الدین رجبوف بودند که از این ما خیلی شاد هستیم و باور داریم که امروز این برنامه روی کار خواهد آمد، بسیار حرفه‌ای، بسیار تاثیرگذار هم خواهد بود. شما چگونه شناس شدید با استاد هنر؟ چون طول 3 سال خیلی ما میدانیم از سیف‌الدین رجبوف سبق گرفتید، نوابسته از آنه که تا به نزد سیف‌الدین رجبوف آمدن، همکاری کردند، شما علاقه از صنعت موسیقی آگاه بودید. وقتی که ما به کار آمدیم، استاد سیف‌الدین رجبوف در اون طول چندین سال ها در آنجا کار میکردم، اشتراکچی هم بودیم، ما مخلص سرودای آن کس بودیم. همه تاکیدهای استاد حالا هم بهر پیشرفت موسیقی به ما میفرمودند که سرودای مضمونشون بالا را باید ما انتخاب کنیم. بهر وطن عزیزمون سرودهایی که مثال پیشنهاد میکنیم از نظر استاد میگذروندیم. مثلا چند سرودهایی که بودن ما با دستگیری استاد در اندلای برآمد کرده بودیم که مثال استاد ما را راهنمایی کرده بودن به همون سرودها. اینجا چون از انتخاب متن یادآور شدید، بسیار رمزی هم بود که برنامه امروزه شروع شد با غزل سیدا که نام دارد جانب ما. این آهنگ استاد سیف‌الدین رجبوف می باشد؟ بله، استاد همین سرود را آهنگ بسته بودند. خب تشکر. و هر آن پیری کار که یک روزگار پرفیض دارد و قصه های ناگفتنی هم زیاد دارد، حتی قصه های دارد که اگر ما تکراراً گوییم هم یگان زیادتی نخواهد بود، زیرا آن نصیحتی سراپا پند است، اخلاق است، معنویات است. و شما چگونه شناس شدید با این پیرکار، با این مردی هنر؟ وقتی که سخن در باره استاد هنر، در باره بسیار هم شخصیت ناتکرار صنعت تاجیک و صنعت حصار شادمان استاد سیف‌الدین رجب می روند، به شبهه و به محبت من می توانم بگویم که سیف‌الدین رجب هنرمندی اصیل بودند. هنرمندی بودند که آواز ناتکرار داشتند. و وقتی که ما سال 1997 دانشگاه ختم کرده و به بخش فرهنگ شهر با کار آمدیم، استاد گرامی علاقه اونجا کار میکردند و آبرو اعتبار خاصه هم داشتند، شنونده خود رو داشتند و حتی برون از آن، از شهر حصار برون و بیرون از مرزی جمهوری تاجیکستان، در جمهوری ازبکستان حتی شنونده خیشه داشتن. اونجا ها توی می رفتن، با معرکه ها می رفتن و مخلصان و هواداران صنعت خیشه داشتن، هم در داخل و هم در بیرون کشور. و وقتی که ما نو از سطح دانشجویی به سطح کار آمدیم، بسیار نزدیکی ها از این استاد آموختیم، از دیگر استاد و زیادتر از استاد سیف‌الدین رجب آموختیم، چون بسیار هم از جاده صنعت آوازخوانی، از صنعت نوازندگی به خوبی با خبر بودند، متخصص بودند و ختم کرده دانشگاه فرهنگ و صنعت امروزه بیشتر دانشکده هنرهای زیبای به نام استاد میرزا تورسون‌زاده بودند. از صنعت آوازخوانی و صنعت نوازندگی بسیار هم به طور وسیع با خبر بودند. این بود که در بین عامه مردم، در بین کارمندان بخش فرهنگ شهر، در بین نوازندگان، عموماً آنهایی که در جوده صنعت اونجا کار و فعالیت میکردند، بسیار هم یک آبرو، اعتبار و عزت خاصه داشتند. و امروز هم مردم اهل هنر و مردمی که شیفته هنری والای استاد بودند، امروز هم یادآوری میشن از همون صنعت بلند، از همون هنر و استعدادی که ناتکرار در وجود و در قلب و در پیکر این شخصیت بود، امروز هم یادآور می شوم. و ما هم همون لحظه با هم شناس شدیم و بسیار در جوده صنعت، از همین فرهنگ انسانی گوییم، از همین سر لباس پوشی تا گشت و گذار تا معاشرت تا صحبت تا صنعت، همه همین استادها بودند که ما از اونها آموختیم و در این جوده تا به امروز فعالیت میکنیم. در خصوص اسباب های موسیقی گفتید که بسیار ماهر بودند، در برابر بسیار خوب نواختن اسباب های تاری، اینچنین اسباب های ضربی، از اسباب هایی که زمانوی است، خصوصا سینتزاتر، خوب آگاه بودند و حتی در محفل ها با نواختن اسباب سینتزاتر خودشان سرود ایجاد میکردند و سرود میخواندند. بله، از دوره جوانی علاقه استاد سیف‌الدین رجب گل محفل مردم بودند. همه
آرادهنده و دلکش کننده هم بعض مخورسندی های هم سطح دولتی و هم سطح مردمی بودند. باید سبک و اسلوب خاص خیش، باید هنر و مهارت بلند، باید آواز مرغولدار مخملین خود بعض های مردم آباد میکردند و من خودم شاهد هستم که تا سال های 90 علاکه در بعض های مردم هم بعض های بسیار هم شوخ تویانه که میگویند مردم تاجیک خودشون با همه اسباب حاضر زمان سینتیزاتور هم مینوختند و هم میخوندند. ما شاهد هستیم در هم زمان ها نورست بودیم در بسیار بعض مخورسندی ها من شاهد هستم که استاد با دیگر اهل هنر هم نشینی داشتن همکاری میکردن و اون بعض ما بسیار هم زیبا میگذاروندن که در همون زمان هم در بین هنرمندان جوان امیدبخشی جمهوری که بعضی هاشون امروز در قید حیات هستند و بعضی هاشون نیستند جایگاه خود داشتند. با استاد کرامت الله قربانوف همکاری داشتند، با استاد صبحانی سعید، با استاد کریم نظر، نجم‌الدین قلندر بسیار همکاری ها داشتند، از یکدیگر مسئلات ها میگرفتند، دوستی و آنها با شیفته هنری استاد بودند، یعنی بهای بلند میدادند به صنعت این شخصیت. حتی هم استادان ورزیده جمهوری در هر کجایی که وقتی که استاد هنرنمایی میکردند بهای بلند میدادند که این جوان آینده دار است و این بود که یک آبروی اعتبار خاصه خیش در جامعه امروز ز تاجیکستان صاحب استقلال دریافت کردند تا اون زمانی که در قید حیات بودند. از آن جهت که بسیار یک آواز مرغولدار داشتند و سرود را بسیار یک نازکانه می سرودند، یعنی به هر یک گردشش موافق کرده آوازشان را، یعنی یک شخص حرفه‌ای بودند. آگاه هستیم زیرا بارها سرودهایشان را تکرار به تکرار گوش میکنیم و چون دیروز شما پیوستگی ناگسستنی داشت سالیانی دراز، یعنی چه خیلی گفتید از سال 1997 تا سال 2014، در خصوص چگونه شخص بودنشان، یعنی شخصیتشان چی میگوید؟ چون ما از کسبیتشان آگاه هستیم و از شخصیتشان هنوز نه اونقدر، ولی شنیدیم که بسیار شخصی خاکسار بودن. استاد سیف الدین رجب آرام طبیعت بودن، خوش معامله بودن، خوش گفتار بودن و بسیار هم از ادبیات هم زمان پیشینه مردم تاجیک کلاسیک و زمان امروز بسیار هم باخبر بودن. خودشان داننده وسیع معنی بودند، با معنی متن شعر بسیار هم چقور می رفتند، اهمیت می دادند و همیشه انتخاب بلند داشتند. در مناسبت، در معاشرت، در بسیار رابطه های دوستی با برادران بسیار هم مهربان بودند، قدردان بودند و همه لحظه ها همین وقتی که دوستان با اونا مراجعه می کردند اون چی که در امکانشان بود با همون درد دوست می رسیدند، در پهلوی دوست بودند، هم در سمت هنر و هم در سمت شخصی حیاتی بسیار هم قدردان شخصیت بودند استاد. و اینجا اهل هنر نوازندگان بسیار همکاری کرده هستند با استاد، استادهای گرامی اینجا هستند نوازنده ها. این ها نمی مانند که من محبت کرده باشم چون استادها با این شخصیت همکاری داشتند، هم نشین بودند، خوب در معرکه ها پیوسته با هم بودند، بسیار خوب هم میشناسند و ما نیز بسیار معلومات های خوب داشتیم و همکاری های هم داشتیم، بسیار صحبت های خاصا با شخصا با من میکردن. من از همون آرام طبیعتی همون خوش معاملگی و خوش گفتاری استاد وقتی صحبت میکردم با غذای معنوی میگرفتیم. خب میدونید من فکر دارم در باره هر پیری هنر از قبیل سیف الدین رجب، اگر ما هرچی خوبتر و بیشتر در خصوص خاکساریشان، در خصوص عالم و فرزانه بودنشان، در خصوص حلیم و مهربان بودنشان سخن گوییم، هرگز زیاد روی محبت نخواهد بود، زیرا انا همین خصوصیت ها بود، انا همین صفات، انا همین فطرت بود که سنتشان رو، مهنتشان رو، کاری که آنها در گذشته کردند تا به ما آمده رسیده است. و ما چخیلی در آغاز برنامه قید کردیم که سیف الدین رجبوف بیشتر سرودهای پند و نصیحتی میخواندن و وابسته از آنی که کوشش میکردند سرودهای خلقی بسرایند و سراپا معنی های بلند دارد سرودشان، این حال باشد چی سرود پیشکشی بیننده میکردند؟ این حال باشد یک سرود از غزل سعدی شیرازی در آن نفس که بمیرم با آهنگ استاد سیف الدین رجب پیشکش ما مینماییم.
درآ نفس که بمیرم، درآ روزای تو باشم، درآ روزای تو باشم. بدان امید هم جان که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم. بدان امید هم جان که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم. با وقت صبح قیامت که سر زی خاک برارم، با وقت صبح قیامت که سر زی خاک برارم، با گفتگوی تو خیزم، با جستجوی تو باشم، با جستجوی تو باشم. با گفتگوی تو خیزم، با جستجوی تو باشم، با جستجوی تو باشم. مجمعی که در آیان شاهدان دو عالم، نظر بسوی تو دارم، غلامی روی تو باشم. بخوابگاه عدم گرد هزار سال بخواب، با بوی و روی تو باشم، با بوی و روی تو باشم. زی خواب آخی بداغم، با بوی و روی تو باشم، با بوی و روی تو باشم. حدیثی روزه نگویم، گلی بهش نبویم، جمالی هر نجویم، دوان بسوی تو باشم. مایی بهش ننوشم، زی دستی ساقیری باشم، که مست روی تو باشم. مرا بابا دچی حاجت، که مست روی تو باشم، که مست روی تو باشم، که مست روی تو باشم، روی تو باشم. در برابر آنکه
سیف الدین رجبوف همکاری داشتند با هم اسرانشان، نفرانی که صنعتکار اصیل بودند، اینچنین یک محبت بی اندازه داشتند به مکتب ماندگار هنرمندان خلق تاج‌الدین محی‌الدینوف، اینچنین محمد سید احمدوف. بله، درباره سبکشان شما چی میگید؟ همین دستاورد بزرگ استاد سیف الدین رجب همین بود که یک سبک و اسلوب خاص خیش و بسته به همون لحن زیبایی که داشتن، هم سبک و اسلوب خاص آوازخوانی خیش را داشتن و این سبک توانیست تاثیرگذار باشد و امروز استاد سیف الدین رجب را با این لحن و با این سبکی که مانند به سبک و اسلوب خاص هنرمند خلقی جمهوری تاجیکستان استاد محمد سید احمدوف است، مردم میشناسند. با وجود آنی که استاد سیف الدین رجب هنرمندی بسیار هم خوش سلیقه بودند، سبک و اسلوب خاص خیش را در جاده صنعت آوازخوانی داشتند، همیشه رو می آوردند به هنرمندان گذشته، یعنی هنرمندانی که سابقه دار بودند و پایه‌گذاری هنر آوازخوانی مردم تاجیک بودند. در بزم ها، در خورسندی ها، از اشعار ستاره صنعت تاجیک استاد اکاشریف جورایف، استاد زنده یاد ظفر ناظموف، از آدینه هاشیموف، از بسیار استادانی که در همون زمان با استاد سیف الدین رجب همکار بودند و در بزم خورسندی ها یک جا بودند، با استاد بسیار شناخته صنعت تاجیک استاد تاج‌الدین محی‌الدین، محمد سعید احمد، کامل جان غنی همکاری داشتند و سروده های این شخصیت ها را نیز در بزم خورسندی ها می خواندند. رپرتوار ایجادی خود استاد سیف الدین رجبوف نیز بسیار بای و رنگین بود. یک سبک و اسلوب خاص خیش را دریافت کردند، مکتب خیش داشتند که امروز جوانان پیان همون مکتب هستند، فعالیت می نمایند، از روی این سبک و اسلوب سرود می خوانند و ایجاد می کنند. و خصوصا پسرین که از ارزوی سیف الدین، بله، و در برابر پسرشان باز عینن کی ها را می توانید نام بر کنید که ادامه دهنده همین مکتب هستند؟ من می توانم بگویم که امروز هنرمندان جوان و امیدبخش اکبر رحمان، روشن دادربیگ، مظفر بایمتف، علیم شریفی، علیشیر سیف الدین. و در این روی خط باور دارم که نام و نسب شما نیز هست. شما نیز چون گفتید با استاد رابطه زیش داشتید و بسیار چیزها را آموختید، امروز هم در پیروی ایشان سرودها زمزمه میکنید، سرودها تألیف مینمایید. بله، من نیز با استاد همکاری داشتم و یک مورد استاد آمدند و یک آهنگ نو ایجاد کردند و همون آهنگ پیش من زمزمه کردند. یک جا ما همون آهنگ نو استاد را بررسی کردیم و از من خواهش کردند، چون من استعدادی شاعری نیز دارم، از من خواهش کردند برادرور که یک چیزی نوشته باشم، یک متنی نوشته باشم بر این آهنگ استاد. و همین خیلی شد، یک متنی نوشتیم به قدر امکان با اون چیزی که فهمیش داریم و با استاد پیشنهاد کردیم. همون در همون هوای همون آهنگ همین متن میسر رویدن و همین متن و در آهنگ سرود همین خیلی بود. مهرت با دل و جان، مهرت با دل و جان، جانم با تو قربان، جانم با تو قربان، با همتت دوست نامم شده انسان، با همتت دوست نامم شده انسان. ای یاری وفادار، داننده اسرار، صد بار گناه کردم بخشیدی تو هر بار. ای یاری وفادار، داننده اسرار، صد بار گناه کردم بخشیدی تو هر بار. صد بار گناه کردم بخشیدی تو هر بار.
تشکر. چون ما گفتیم این مردی مانیراز همیشه طرفدار شعری والا بودند، البته پذیرایی شدن این متن یعنی این شعر از جانب استاد این باعث افتخار و باعث خرسندی شما نیز هست. من بسیار خرسند هستم امروز هم که همین متن استاد خواندند و امروز شنوندگان زیادی دارد همین متن و بسیار هنرمندان امروز که هستند بعد از شادروان نیز این سرود با این متن میخوانند. قلمتان سبز باد. زنده باشید. و چون استاد را بسیار یک شخص حلیم و مهربان گفتیم، باور داریم که در آموزانیدن آهنگ و سرود هم همین گونه کاربری میکردند و در یکی از نوارهایشان در آنجا شرح دادند که این نفر آموزگاری اصیل بودند و ما فهمیدیم که سیف الدین رجبوف آموزگاری صنف آوازخوان مردمی بودند. بله، در یاد دارید که چگونه می آموزانیدند؟ سختگیر بودند و یا حتی در رفت درس هم مهربان؟ استاد سیف الدین رجبوف به نهایت حلیم مهربان بودند، خاکسارانه به ما تعلیم می دادند. سرود و هر یک آهنگی که ما پیشنهاد می کردیم با یک وقت خوش با یک سخن نیک به ما تلقین می کردند و سرود را به ما پیشنهاد می کردند. یعنی ارتباط قوی داشتیم. بله، ارتباط قوی داشتیم ما استاد. تشکر. باز هم کدام سرودشان را بازخوانی میکنید تا اینکه بزم ما برنامه ما باز هم رنگین تر گردد؟ سرود نوبتی زندگی است. هر دم پیام داشت است، هر دم پیام داشت است، زندگی از نیک و بد هر دم پیام داشت است، هر دم پیام داشت است، صبح دم خمیازه حسرت شام داشت است، صبح دم خمیازه حسرت شام داشت است، بری ویرانها چون بگذری آهسته باش، چون بگذری آهسته باش، از بری ویرانها چون بگذری آهسته باش، چون بگذری آهسته باش، یک زمان این گوشم دیوار و بام داشت است، یک زمان این گوشم دیوار و بام داشت است، چشم را پوشیدم
چشم را پوشیدم از غم از دری لوحی مزار خاموشی های عزیزان بس کلام داشت است خاموشی های عزیزان بس کلام داشت است هرچی از دل کاشتیم از گل همان برداشتیم از گل همان برداشتیم هرچی از دل کاشتیم از گل همان برداشتیم از گل همان برداشتیم خاک و هم در سینه پنهان انتقام داشته است خاک و هم در سینه پنهان انتقام داشته است خاک و هم در سینه پنهان انتقام داشته آن استعداد، آن صنعت، سبک، مهارتی که سیف‌الدین رجبوف داشتند میدونید بسیار خاص است به نفرانی که استادزاده میباشند یعنی در آیله صنعتکار به دنیا آمدند و از سینی خیلی خردی راست شده از صنعتشان، آوازشان، مهارتشان ولی نابسته از آنه که این نفر در آیله صنعتکار به دنیا نامدند برادرشان قیام الدین بایف پیش از این نفر دست زدند به سند به راه سند قدم موندند و در برابر یک آوازخوان خیلی خوب بودنشان اینچنین هنرمند یعنی اکتیار خیلی خوب نیز بودند بله و تا امروز مثلا فعالیت دارند در دهه که تولید یافتند اسکیچ استاد قیام الدین بایف بسیار مهارت بلند آوازخوانی داشتند و اینچنین در صنعت تئاتر هم یک مهارت خوبی نقش آفری داشتم و اون در دوره‌های تا سال‌های 90 برای پیشرفت ساحه صنعت هم در صنعت آوازخوانی هم در جاده صنعت تئاتر هم در رشد ساحه کتابداری ناحیه حصار و امروزه شهر حصار خدمت‌های زیادی کردم برادری کلونی استاد سیف‌الدین رجب بودم و بسیار نزدیکی صنعت سیف‌الدین رجب از برادری خیش از قیام الدین بایف آموختند و ما نیز گفته میتوانیم که از روی برادری خود نگاه کرده یعنی از روی آن که چقدر مهر و محبت داشتن به صنعت در دل این نفر هم شاید همین مهر جای گرفته است چون در خاندان وقتی که محیط ادبی و موسیقی میشد بی‌واسطه خردسالان و نورسان برامون جاده و به همون سمت حرکت میکنند تاثیر میرساند اکای قیام الدین در اون خاندان بودند سیف‌الدین خردکت در همون محیط آموختن از برادر و مهری همین صنعت آوازخوانی اومن مهری ادب و موسیقی در دلشان بود اونا آهسته آهسته صیقل دادند و همون هنری آوازخوانیشان همون هنری خدادادیشان بود که دیری نگذشته هنوز در زمانی نورسی و جوانیشان در بین مردم عبور اعتبار خاصه داشتند و این اهل هنر سابقه داران و عامه مردم می دانند که در همه بعض خورسندی ها در همون سین جوانیشان با یک سبک و اسلوب خاصه همون دوره سرود می خواندند مردم از هنر بلند استاد سیف‌الدین رجبوف حلاوت می بردند غذای معنوی می بردند و کف می کوفتند تشکر در برابر آوازخوان آهنگساز بودنشان چون آموزگار که بودند همیشه جوانان را نسل نورس شهر حصار را تیار میکردند تا اینکه جایهای نمایان را گیرند در چاره‌بینی ها در آزمون های سطح جمهوریوی به مانند اندلیب بستان و تا آغاز ثبت گفتید که این نفر یک مهارت خاصه داشتند همیشه دست جمع آنا که سرود اگر بسرایند این نفر حتما که همین نفر تیار میکردند بله استاد بسیارم در جاده هنر در جاده
فرهنگ و صنعت وسیع فعالیت داشتن، یعنی هنرشان والو بود در همه سمت ها، هم در هنری نوازندگی، هم نمودی اسباب ها رو می نواختن، هم اسباب های تاری، هم اسباب های امروزی برقی، با همه اینها خوب بازی میکردند و حتی اسباب های ضربی رو هم نیز می نواختن. در یک مورد هم در فیلارمونیای خلقی بنام تاجدین محیدینف آوازخون بودند، اینچنین استادی مکتب صنعتی بنام سعید همرویف نوحیه حصار بودند. پای آماده نمودن شاگردان و سیقل دادن هنر و صنعت نسل نورس شهر حصار بسیار هم زحمت های زیاد کشیدند که شاگردانشان هم در سمت نوازندگی و هم آوازخوانی امروز در بسیاری از گروه های هنری فعالیت میکنند. بر ضمن این یک فهمش وسیع موسیقی در همه ژانرها داشتند. اینچنین در همین سنجش ایجادیات خلق بود، همون از نظرگزرانی های بستان ها بودند، دسته هواسکاران صنعت شهر و نوحیه ها برآمد میکردند، همچون متخصص اصیل مسئولین همین بخش فرهنگ و شعبه فرهنگ شهر حصار خودی استاد موظف میکردند در همین سمت، که هم باز زیمه اشان بود سرود یکا آماده کردند، هم سرود همسرایان در این سمت هم بسیار هم فهمشی بلند داشتند، از همین گویم از زبان موسیقی بخبر بودند، که همون در همون مورد ها من شاهد هستم چندین مرتبه در همون گروه های همسرایان ما سراییدیم، استاد ما آماده کردند و ما در سطح جمهوری در همین شرط همسرایان جای های اول اشغال میکردیم که با آوازها کار میکردند، هم آماده میکردند هم دیریجوری میکردند، یعنی قابلیت شنوایی خوب داشتند و قابلیت بهادهی داشتند، متخصصی بلند بودند، چون در این سم وقتی که ما با مردم با زیاد آوازها کار میکنیم، اگر فهمیشی بلند نباشد ما سرود همسرایان آماده کردن نمیتونیم. ما حتی شهر کلوب سفر داشتیم، سال 2005 بود، همونجا هم سرود یکه استاد آماده کردن با شاگرد خیش که حالا هم این شخصیت در ما کار میکنه، اگر آوازخوان ورزیده است، و دلجان شریپوف آماده کردن و در همون شهر کلوب ما رفته در اندلیب سزاواری بهای بلند حکمان گردیدیم. و ارزنده است که همه این گفته های شما تقویت یابد، باز هم خوبتر و بهتر با سروده که عینی ها بازخوانی خواهد شد. جمالی تو بر دیدم مبارک باد، بر ما حوثی تازم پیچیدم مبارک باد، پیچیدم مبارک باد. امروز جمالی تو بر دیدم مبارک باد، بر ما حوثی تازم پیچیدم مبارک باد، پیچیدم مبارک باد. گلها چومیان بنده بر جمله جهان خنده، ای بر گل و سچون گل پیچیده مبارک با، خوبان چو رو خدیده افتاده و لغزیده، دل بر در این خانه لغزیده مبارک با، لغزیده مبارک با، خوبان چو رو خدیده افتادم و نغزیدم، دل بر در این خانه لغزیدم مبارک با، لغزیدم مبارک با.
نوروزی رو خدیدم خوشگش بباریدم نوروز و چون این باران باریدم مبارک با نوروز و چون این باران باریدم مبارک با به گفت زبانی تو به حرف بیانی تو از باطن تو گوشم بشنیدم مبارک با بشنیدم مبارک با بشنیدم مبارک بار بشنیدم مبارک بار بشنیدم مبارک بار بشنیدم مبارک بار تشکر روزگار نه اونقدر دراز ولی بسیار با برکت بسیار پرفیضی سیف الدین رجبوف به نسل امروز میتواند درس عبرت باشد یعنی با واسطه عشق با واسطه محنت با واسطه استواری و امیدی زیاد شخص میتواند نام خود را ماندگار کند محبوبیت به دست آورد و حتی پس از مرگ هم همین محبوبیت را از دست ندهد بار دیگر سپاس میگویم به شما بار دیگر خوش آمدید زنده باشید زنده باشید تشکر و دوستان گرامی ما با دسته هنری شهر حصار کوشش کردیم تا اینکه حالای شما را رنگین نماییم با بازخوانی کردن سرودهای خوب و دلنشین هنرمند اصیل سیف الدین رجبوف براتان روزگاری آباد را تمنا میکنیم خیر